بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام و رحمت الله بر شما بینندگان عزیز و گرامی. روز شب خوشی داشته باشید، انشالله که همیشه سعادتمند باشید. و برنامه امروز ما درباره طوفانی است که ناباوران این روزها به راه انداختن، طوفان نوح، که آیا میگن که این خلاف علمه و خلاف عقل، خلاف هر چیه. ما اول حرفای اونا رو میشنویم. خوشبختانه این دفعه یک ناباور با تصویرش اومده و یکی دیگه بازم همونتون با کارتون اومده. به هر حال صحبت‌های اینها رو اتاق فرمان الان برای شما پخش میکنه. اول حرفای اینا رو بشنویم. اتاق فرمان لطفا. همه ما این داستان رو از بچگی شنیدیم و بهش ایمان پیدا کردیم، اما آیا این داستان واقعی بوده؟ همه میدونیم که خداوند طوفان خیلی بزرگی رو ایجاد میکنه که به واسطه اون طوفان انسانهای خیلی زیادی کشته میشن، در کنار اون انسانها بچه های بیگناه هم از بین میرن و خیلی حیوانات. خدا این کار رو میکنه تا بدیها و کافران کلن از روی زمین از بین برن و کل بدیها روی زمین پاک شه. خب سوال من اینجاست، چرا هنوز این بدیها روی زمین وجود داره و چرا کافران هنوز از بین نرفتن؟ اگه این داستان حقیقت داشته، پس چرا این کافران هنوز روی زمین دارن زندگی میکنن؟ آیا خدا میدونست اگه تمام این کودک ها و حیوان ها رو بکشه و تمام این کافران رو از بین ببره، ولی در نهایت به هدف اصلی خودش، یعنی از بین بردن کل بدیها روی زمین، نمیرسه؟ آیا خدا میدونست ولی باز این طوفان رو ایجاد کرد و به کشتارش ادامه داد؟ و یا خدا نمیدونست، از آینده خبر نداشت؟ جواب این سوال رو شبهات رو پی در پی خواهیم گفت، ولی بذارید که صحبتشون رو تا کامل بشنویم. این دو سه چهار شبه مطرح کرد، هرچند که ما یکی تیتر زدیم، حالا شبه بعد شبهات بعدیشو بشنویم. بذار فرمان بیاریم. وقتی که آب دریا به حد بالاترین ارتفاع کوه برسه، در اون ارتفاع دیگه اکسیژنی برای زندگی وجود نداره، دیگه گرمای لازمی برای حیات نیست. اون حیوانات بدون اکسیژن، بدون گرما، بدون غذا چجوری میتونستن زنده بمونن؟ و سوال بعدی من اینه که این اتفاق بوده 8 یا 9 هزار سال پیش افتاده، چرا هیچ اثری از این اتفاق روی زمین وجود نداره؟ چرا هیچ دانشمندی این اتفاق رو روی زمین تایید نمیکنه؟ بله، این مثل اینکه میگه آقا بذارید یک جا بگم بعدش پخش کنید. بعضی از مسلمان‌ها اعتقاد دارن که کل زمین زیر آب نرفته بوده، فقط قسمتی که نوح زندگی میکرده زیر آب رفته، فقط اهالی اون منطقه که کافر بودن کشته شدن، نه کله دنیا. خب سوال من اینه که چرا نوح باید بیش از 100 سال کشتی بسازه، شهرش رو عوض میکرد تا زنده بمونه؟ خدا هم حیوانات رو به یک منطقه دیگه میفرستاد تا اونها هم زنده بمونن. در پایان خوشحال میشم که نظرات خودتون و جوابای خودتون رو برای ما ارسال کنید. ممنون. بله، شون مثل این است که من بگم آقا چرا این آقا دو تا دماغ داره، باز روش سوالا مطرح کنم. اینکه یه دماغ داره، سوال اصلا غلطه. ولی با این وجود ما بذارید حرفای اون یکی، این بازم ازش تشکر میکنیم که حرف خود رو مؤدبانه گفت. اما حالا به اون کارتونی برسیم ببینیم اون چی میگه.
کمی حرفاش کمی طولانی تر از حرف اینه، اما مجموعه کلیپاش کمتره. لطفا ببینید اون رو، شماره بعدی رو، 4. داستان کشتی نوح رو شنیدید؟ در تورات، انجیل و قرآن نقل شده. طبق تورات 1000 سال پس از حضرت آدم نوح به دنیا اومد. 500 سال مردم قوم خودش رو به خدا پرستی دعوت کرد، اما به جز تعدادی از اعضای خانواده خودش کسی به خدا ایمان نیاورد. بنابراین پیامبر مهربان قوم خودش رو نفرین کرد به مرگ، و خدای مهربان به خاطر نوح تصمیم گرفت اصلا همه مردم روی زمین رو از بین ببره، حیوانا رو هم بکشه، گیاهان رو هم نابود کنه، اصلا بی خیال این 1000 سال بازی از اول. تا این بار نسل آدمی از نوح پیامبر خدا پرست باشند. برای همین خداوند به نوح آموزش داد که چطور در بیابون یک کشتی پیشرفته بسازه، به اندازه یک ناو جنگی امروزی، به اندازه یک زمین فوتبال. پس از آموزش کشتی سازی، نوح در بیابون یک کشتی بزرگ ساخت. دست تنها نبود، خانوادش هم کمکش کردند. مثلا شاید خانم نوح هر روز میرفت جنگل چند تا درخت قطع میکرد، و اون موقع چرخ و عرابه اختراع نشده بوده، احتمالا درخت ها رو روی کولش میذاشته و میآورده بیابون تا پیر مرد 500 ساله در بیابون کشتی درست کنه. ساخت کشتی 120 سال طول کشید. بعد نوح باید از تمام حیوانات دنیا یک جفت جمع کنه و توی کشتی بگذاره، از قطب شمال تا جنوب، اروپا، آفریقا، استرالیا، آمریکا. کار راحتی نبود. دست کم 5 میلیون نوع جاندار مختلف رو باید جمع آوری می کرد. خلاصه باید این حیوانا رو در کشتی جا می کرد. بعد از اون بود که اونقدر بارون بارید تا بلندترین نقاط خشکی زمین به زیر آب رفت. تنها در مدت 40 روز بارش بارون، یعنی مثلا روزی 220 متر بارون باریده. عجب، ابرها واقعا از خودگذشتگی نشون دادند، جانفشانی کردند. خلاصه بعد از 40 روز، بقیه رو از رو قرآن میخونم براتون. خداوند به آسمان گفت که دیگه بارون نباره، و به زمین گفت که آب رو به داخل زمین فرو ببره. نگاه کنین، از کتاب قصه، کتاب تورات انجیل شروع کرده، باز گفته بقیه از قرآن میخونم. چرا من با اون داستان که اگه میخونی از اول از قرآن میخوندی تا آخر، این یک کلکه. ولی جالبه، حالا کلیپ بعدی ببینید، بازم از قرآن نمیخونه. این حرفایی که گفت به ما مربوط نبود، در تورات انجیل بود دیگه. خب گفت بقیهش از قرآن میخونم. این چسبوندنش خیلی، من باز تموم شد حرفایشون، مثالشو براتون میگم. لطفا کلیپ شماره بعدی رو هم نشون بدید، کلیپ 5 رو. خلاصه بعد از 40 روز، بقیه رو از رو قرآن میخونم براتون. خداوند به آسمان گفت که دیگه بارون نباره، و به زمین گفت که آب رو به داخل زمین فرو ببره، و به نوح گفت از قوم ظالم دوری کن. البته قومی که نمونده بود. حالا پس از اینکه کشتی نوح بر بالای کوه آرارات یا جودی نشست، در آیه بعد تازه نوح یادش میفته که بگه خدا پسرم رو هم نجات بده. بگذاریم. و نسل بشر بدین گونه از بالای اون کوه به سر تا سر جهان گسترش یافت. خنده‌دار میدونید چیه؟ خنده‌دار کار منه که باید نشون بدم این داستان واقعی نیست. خنده‌دار کار ماست که نه دوستان، این داستان رو خدا در کتب آسمانی آورده و واقعیه. هیچ نکته غیر طبیعی هم در اون نیست. طبیعیه. بس حالا بذارید یک چند تا جواب بگم. نگاه کنید، برای اینکه اول بفهمید که چه کلکی میزنن، همشو همین کارو میکنن. متاسفانه هر کس که به اسلام اصلی حمله میکنه به همین طریق حمله میکنه. شما لطفا این عکس رو ببینید، لطفا فرمایید عکس رو بیارید. این عکس چه ربطی به داستان نوح داره؟ آخر
نگاه کنید، این یک قطار در هند، بالاش هم جمعیت نشسته، اونجا شیبدار نمیبینی، اون وسطش هم نشسته، نمیدونم تو برقا چطور نشسته، روزای عید حتما توش که پره پره، این بیرون هم چسبیدن دارن میرن. این قطار هند. برگردید تا فرمان تا من یه چیز دیگه هم نشون بدم. یک لحظه بذارید. این اینجا اجازه بدید بیارید تا فرمان لطفا. اینجا بله صدا هم بدید به اینجا. اینجا یک خانومی هست در چیز در هند، در چی معذرت میخوام، ژاپن، و برای این فقط قطار میاد، چون که اون شهدهش حالا خودش توضیحش میگه، بشنوید. در سرمای زیر صفر با قطار از روستای خود به نزدیکترین شهر میرود. روستای شیراتاکی با جمعیت تنها 36 نفر در جزیره هوکایدو واقع شده. ایستگاه قطار شیراتاکی در ماه مارس که کانا هارادا از دبیرستان فارغ التحصیل می شود به خدمات خود ادامه خواهد داد و پس از آن برای همیشه این ایستگاه قطار بسته خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی به ممنوع خواهد. یعنی برای یک نفر، چون که دهش از جمعیت خالی شده، اونا دیگه حال بچه دار نمیشن دیگه، برای یک نفر قطار میره، فقط این رو سوار میکنه بر میگرده. اتفاقا رفت آمد خودش رو هم با وقت رفتن این به مدرسه تطبیق داده، یعنی قطار، چون که فقط به خاطر این میره. خب اگه چه ربطی داره حالا به داستان نو؟ خب حالا یکی بیاد مثال میخواد داستان قطار رو بگه، فقط به این بهانه که داستانه که چین و معذرت میخوام هند و ژاپن تو آسیا هستن، میگه در کشورهای آسیایی اولش از هند شروع میکنه، خرابیت به اصطلاح خرابی های قطارش میگه، باز میچسبونتش به ژاپن. بابا نامرد، درسته که هر دو تو آسیا هستن، اما ببین چقدر فرق داره، از زمین تا آسمان هم فرق نداره. اون یک نفر توی قطار میشینه، این پره پره پره، باز میاد میگه آقا داستان رو از هند شروع میکنه، باز میگه حالا بقیهش رو از ژاپن براتون میگم، قطار تق تق میکنه، هه هه هه. این خودتو مسخره کردی یا ما رو مسخره کردی؟ خب ولیکن حقیقتا ملت رو مسخره کرده، خیلی قبول میکنن. لطفا متوجه باشید، این متاسفانه گروه های باطل دیگه هم میکنه. مثال قرآن رو میچسبونه به سلیمان قندوزی. بابا سلیمان قندوزی رو هیچکس نمیشناسه، یه چیز از قرآن میگیره، یه چیز از سلیمان قندوزی میگیره. اون رو خدا نازل کرده، این در قرن 14 مثلا تو کوههای هندوکش بوده، هیچ کس اینو نمیشناسه. این هر کس که بخواد باطل بره اینجوری کلک میزنه. این یکی. اما ما اونقدر زحمت نمیکشیم که داستانا اینو چی کنیم. ما اصلا قبول نداریم که طوفان نو در تمام کره زمین اومده. کی گفته طوفان سراسری نبوده؟ ما از کوچیکی شنیدیم. خب شنیدید دیگه، در قرآن که ننوشته، پیغمبر ما که نگفته، در کتب تورات انجیل هست، و اگر به مسلمان ها سرایت کرده از کتب اونا سرایت کرده. پیغمبر ما، منبع ما قرآن و سنت هست، در این نیست. اما نگو که ما داریم دبه در میاریم، نه، ما دبه در نمیاریم، ما میگیم که دلایل مختلف از خود قرآن ثابت میکنیم که اصلا نیازی نبوده که تمام دنیا طوفان بیاد، چون که ثابت است، از حدیث پیامبر میاریم که بین حضرت نوح و حضرت آدم 10 نسل فاصله بوده. 10 نسل مگه چقدر انسان به وجود میاد تو دنیا؟ هر چی بودن یه جا جمع شده بودن. این نبوده که حالا مثلا آمریکا و استرالیا و وسط آفریقا هم رفته باشن، نه، انسان رو که خدا خلق کرد در یک جایی که از زمین، از بهشت آوردش در روی زمین، یک جا زاد و ولد کردن دیگه. یک دلیل ما همون حدیث است که براتون نشون میدیم. یکی دلیل دیگه ما این است که خداوند در آیه میگه، شما لطفا این آیه رو نشون بدید، میگه ما نوح رو فرستادیم به قومش، انا ارسلنا نوحا الى قومه، به قومش فرستادیم، به کسی دیگه نگفته فرستادیم، ان انذر قومک، قوم خودت رو کی بده؟ پند بده. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، ای قوم من برای شما نذیر هستم. اصلا داره دنیا رو خطاب نمیکنه، فقط قوم خودش رو خطاب میکنه. بعدش ببینید، پایین تر ببینید، وقتی که قومش قبول نمیکنه شکایت میکنه، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا، من قوم خود روز شب خوندم. این یک دلیل
که حضرت نوح طبق آیه قرآن فقط برای قوم خودش اومده بوده. دلیل دوم ما این است که این حدیث است که حدیث صحیح است. لطفا این حدیث بیارید. ابو امامه میگه گفتم یا قرآن یا حدیث دیگه، که مردی از پیامبر پرسید یا رسول الله، مردی اون مردم ابو ذره تو که حدیث های دیگه اومده، انبی انکان آدم، آیا آدم نبی بود؟ پیغمبر بود؟ پیامبر فرمود قال نعم، بله بود، مکلم، پیغمبری بود که خدا باش حرف زد. باز این پرسید همون مرد ابو ذر، قال کم کان بینه و بین نوح، بین او و بین نوح چند فاصله بود؟ پیامبر فرمود عشرت قرون. عشرت قرون اینجا به ممنون تا فرمان یعنی ده نسل قرن، امروز ما حساب نمیشه در اینجا. ده نسل فاصله بوده. در ده نسل حضرت آدم مثلا 100 تا بچه داشته، مثال میگم 500 تا داشته، خب 500 شدن 2000 تا 10000 تا، یعنی ما با حسابی که عمرشون هم زیاد بوده میرسیم به 200-300000 نفر، یعنی یک محله تهران هم نیست. تمام کره زمین بوده دیگه. چه نیازی داشته که الله جل جلاله تمام کره زمین زیر آب ببره؟ وقتی تمام کره زمین زیر آب نبرده، پس حیوانات هم نیاز نبوده که سوار کشتی بشن. درست میگم یا نه؟ باز این ببین چه حرفای خنده داری میزنن تو کتاب توراه، تو قرآن که نیست. میگه 120 سال چی میدونم 40 روز طول کشیدم که همین طوفان. دیگه میگه که طوفان یه جامعه یک سال 40 روز طول کشیده. یک سال تو کتابای تورات انجیل خب دست بردن دیگه. واسه قرآن اومده. من میگم که من میخوام یکی رو با چاقو بکشم خدای ناخواسته. خب یه چاقو زدم دیگه تمومه دیگه، مرد دیگه. دیگه 40 روز که چاقو نمیزنم. یا یک سال 40 روز که چاقو نمیزنم. کار احمقانه رو کی میکنه؟ خب مرده دیگه. در 5 دقیقه آدمای زمین غرق شدن رفتم. دیگه چه نیازی بود که 40 روز خدا یا 40 سال یا نمیدونم اینطوری که میگه عرضم به حضورت یک سال و نمیدونم اندی تمام کره زمین زیر آب ببره؟ پس این اصلا نبوده. دلیل دیگه، دلیل دیگه باز از قرآن، نگید دبه در آورده. نگاه کن مردم دنیا دینای مختلف دارن، اما قوم نوح یا همون مردمی که در زمان نوح بودن یک دین داشتن، پنج تن رو میپرستیدن، پنج تن داشتن. در همین سوره نوح است که میگه بیارید لطفا، نوح میگه که اونها از من اطاعت با من چی کردن؟ نافرمانی کردن و از کسانی پیروی کردن که مال و ولد اونها جز ضرر نداره و مکر و مکرن کبارا و خیلی مکر بزرگی به کار بردن، آدمای خوب رو برداشتن برای خود ولی درست کردن و اونها رو پرستش کردن. و قالو لا تذرن آلهتکم، داره به همش یعنی میگه اینا همشون این حرف زدن، ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق و نصرا، میگه این پنج تن خودتون رو ول نکنید. پس یه دین داشتن، وقتی که یک دین داشتن حرف من درست در میاد که 200-300000 نفر بودن. از حضرت آدم که پیغمبر بود، نبی بود، مردم یک دین داشتن تا اینکه اومدن همین اولیای خود رو شروع کردن که بزرگ پدرانشون مرد، خودشون کاری نبود. آ میگه پدر من اینقدر نماز خونده بود و جد من اینقدر نماز خونده بود، میرفتن مثال سر قبرش یا اونا رو واسطه قرار میدادن، چیزی که امروز حال ما رو میبینیم. پس اینا امت واحدی بودن، که امت واحدی بودن، یه قوم بودن، پس 200-300000 نفر بیشتر نبودن بلکه کمتر بودن. ببینید این آیه بعدم شاید اینا چی کنه، کان الناس امتن واحده، اینا یک امت واحدی بودن انسان ها. باز وقتی که اختلاف کردن خداوند پیامبرا رو برای اینا فرستاد. اینم دلیل دیگه. دلیل دیگه ای که ما داریم که خداوند خودش در قرآن صریح میگه که من خطاکارا رو فقط کشتم. وقتی الله جل جلاله میگه همون بعد از همون آیه که اونا میگن که پنج تن خود ول نکنید، ببینید در آیه 25 چی میگه، بیارید لطفا. مما خطیاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، به خاطر خطاهای خود یعنی پرستش پنج تن، حاجت خواستن از پنج تن، اینا غرق شدن و داخل آتش شدن. نگاه کنید باز، پس کسایی که گناه کرده بودن رو چی کرد؟ باز در آیه این در سوره نوح هست، در یونس آیه 73 میگه و اغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، میگه کسایی که تکذیب کردن آیات ما رو اونا رو غرق کردیم. درست؟ خب حالا شما بگو ببینم خداوند چرا باید تمام کره زمین رو غرق کنه؟ مگر حضرت اونو تلویزیون داشته که تمام کره زمین رو بگه که شما مسلمان بشید؟ خب
تو یک قومش بوده، مگه وسیله داشت، پرنده داشته؟ اگه واقعا هواپیما داشته از اینجا به جای دیگه میرفته، میرفته مثلا مثال در پرو هم مردم دعوت میکرده، در کانادا مردم دعوت میکرده، در جنوب آفریقا دیگه نیازی نبوده که کشتی بسازه اصلا. پس حضرت نو توی نقطه بوده. فکر کنید چرا اینو میگم؟ چون خدا فقط میگه من گناهکارا رو غرق کردم، درسته؟ دیگه چی میگید؟ پس اینم دلیل دیگه به این که دلیل دیگه هم داریم. آه یک چیزی بذار براتون بیارم که جمعیت ببینید، که باز نگید که من از خودم گفتم. ببینید جمعیت اینجا نگاه کنید، جمعیت یک آماری که گرفتم این بعضی از این متخصصین جمعیت، نگاه کنید میگه 8000 سال قبل از میلاد جمعیت بشر چند بوده؟ بین 5 تا 10 میلیون بوده. ببینید یعنی کره زمین 5 تا 10 میلیون بوده، یعنی نصف تهران هم نبوده. ببینید ببینید در سال 0 میلادی بین 270 تا 330 میلیون بوده. یعنی میلادی کجا؟ یعنی وقتی که حضرت عیسی مسیح تولد شده جمعیت کل دنیا 270 میلیون بوده، یعنی به اندازه جمعیت اندونزی هم نبوده، کمتر از جمعیت آمریکا بوده، کل همه زمین. خب دیگه زمان حضرت نوح که فقط 10 نسل با آدم فاصله داشته، جمعیت کره زمین نداشته دیگه، نیازی نبوده همه کره زمین رو چی کنه دیگه. این یک. خب اما اینم که گفتم براتون، حالا میرسیم به این که کشتی در 100 سال ساخته شده و نمیدونم حرفایی که میزنن. یک دلیل دیگه ما داریم که حیوانا رو سوار نکرده. دلیل ما چیه؟ سوره هود آیه 38. بیارید ویست ناول فولکا و می ساختن کشتی رو که حضرت نوح رفقاش مؤمنین داشتن چی میساختن؟ و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. وقتی که قومش از کنارش رد میشدن مسخرش میکردن. خب این معنیش چیه؟ معنیش این است که ندیدن که زرافه ای باشه، ندیدن که شیری باشه، ندیدن که پلنگی باشه. فرض کنیم اگه بخواست اینا رو جمع کنه، خب باید همه جا می آورد، اینجا یک جا براش باغوشی درست میکرد دیگه. تازه اصلا تو قرآن اومده و ما آمنو ما هم الا قلیل، یا چیزی مثل شبیه به این اومده، حالا آیش پیدا کنم، میگه با نوح آدمای خیلی کمی ایمان آوردن، درسته؟ آدمای خیلی کمی ایمان آوردن. پس اینم دلیل بر دیگه این است که حیوانا نبودن در اینجا، و این دلایل مثل این زیاده، فهمیدید؟ اما نکته دیگه ای که میخوام خدمتتون عرض کنم این که میگه کشتی در 100 سال ساخته شده، کی گفته؟ ما که نمیگیم. اگه از قرآن نه، میگه من نمیدونم، کتابای آسمانی گفته. بابا اون چینه، اون هنده که اونطور کشتی اونطور قطار داره، اون ژاپنه. ما که نگفتیم، ما اصلا نگفتیم، گفته کشتی ساخته، گفته در جودی، نگفتیم که جودی کوه، ما نگفتیم، هیچ جا نگفته. یه منطقه به نام جودی فرود اومده، چیز مبارکی بوده، حالا باز نمیدونیم کجاست. خب باز اینا گفته که تعداد کمی ایمان آوردن. این تعداد کم چطور میدونسته این همه حیوان ها رو جا بدن؟ خود قرآن گفته که تعداد کم. اینها اینجاست، آیه رو بیارید، همین آیه است لطفا ببینید. و ما آمنه معه الا قلیل، میگه با نو یه عده کمی ایمان آوردن. حالا شما فکر کنید که عده کم، حتی اگه 500 سال هم بخوان کشتی بسازن، 100 سال هم بخوان کشتی بسازن، خب 5 نفرن، 5 تا، حالا فکر کن که مثلا 500 تا کارگر داشته باشیم در یک سال، 5 تا کارگر داشته باشیم در 500 سال، یک معنی رو میده. بازم نمیتونستن اون کشتی که اینا میگن ساخته شده، این اهل کتاب که میگن، به ما چه اهل کتاب؟ ژاپن چه به هند، هند چه به ژاپن؟ متوجهید؟ پس اینم دلیل دیگه که ما نگفتیم 100 سال ساخته میشده، پس جهانی نبوده تا حیوانا رو ببره اصلا. نیازی نداشت حیوانا رو ببره. هیچ نیازی نداشت. اما این آقا یک حرفی زد که ما باید شبهات جواب بدیم دیگه. گفت چرا بچه‌ها رو از بین برد؟ این حرف درستیه دیگه. بچه‌ها که گناهی نکرده بودن. خب خداوند جل جلاله چرا میگه بچه‌ها رو از بین برد؟ حیوانات از بین برد. عرضم به حضورتون که در همون منطقه دیگه، در همون منطقه، نمیگیم در کل کره زمین. اینم یک جای سوال داره. ببینید ما اینجا چون که ملحدین این حرفو میزنه. اگر فکر می‌کرد، فکر کن که خداوند جل جلاله می اومد این پدر مادرشون از بین کنه، میگه هیچ کی ایمان نمی آورد دیگه، 900 سال حضرت نوح برشون صبر کرد و تازه حضرت نوح اینا رو ول کرد، اونا ولش نکردن. یعنی 900 سال خدا قدرت داشت سر اینا عذاب نازل کنه، نکرد.
صبر کرد. وقتی که اینا میخواستن حضرت نور رو بکشن عذاب اومد. دیگه میرسیم به آیش. گفتیم امروز دوشنبه. خب حالا اگه بچه‌ها اینا رو زنده نگه می‌داشت کی اونا رو بزرگ می‌کرد؟ بچه شیرخواره کی بزرگش می‌کرد؟ باز خداوند جون داده جون رو می‌گیره. باز ما که مسلمونیم عقیده داریم بچه‌های غیر مسلمونا هم حتی بچه خود این آقا هم بهشت میره که در بچگی بمیره بهتر بود برش که مرد. چرا؟ برای اینکه ما می‌دونیم که اینا بهشت میرن همشون. خب دیگه چی می‌خواد؟ پس خداوند عمر حالا مگه تو دوره خود ما نیست که طوفان میاد یا آدم میمیره در مریضی. خب دیگه انسان هست عمر چی داره؟ باز اون کشته شدن بچه هم یک عذاب برای پدر مادرهاشون بود که از حد گذرنده بودن. و باز ما میدونیم که خداوند در گرفتن نفس این درست است که ظاهراً همه یه جور میمیرن. اما ما میدونیم حداقل عقیده ماست. ما یقین داریم که کسی که مؤمن است نفسش خیلی راحت گرفته میشه و کسی که غیر مؤمن است نفسش به سختی گرفته میشه. بچه ها که فطرتاً مؤمن هستن. هست دیگه چیز. اما اگه اینا رو شما این کارا رو خودتون میکنید. من میخواستم بگم که اینا این حرفا رو به خدا نسبت میده که مثلا چرا بچه‌ها رو کشت؟ خب شما چرا بدون پدر مادر نمیخواست بذاره؟ خداوند رحیم هستش دیگه. مثلا این بچه رو حالا تو دنیا بیاد فرض کن. اصلا پدر مادر نشته باشه چقدر سخته. چطوری بزرگ بشه؟ پس این از رحم الله بوده. باز من در یه چیزی میگشتم، یه چیزی بهش رسیدم. میخوام شما ببینید. تعجب کردم دنبال یک مدرک میگشتم. اینو نگاه کنید. این در دانمارک خوندم. بیارید لطفا. میگه زنان دو ببینید که اگر ما ملحد بشیم آخر کار ما به کجا میرسه. زنان دانمارکی منتظر شوهران درست حسابی نمیمانند. بر طبق آمار تنها در یک سال گذشته زنان مجرد 400 فرزند بدون پدر به دنیا آوردند. خب از سال 2007 تا کنون زنان بدون مردان و همجنسواز برای حاملگی توسط دولت کمک شدند. قرار دادن اسپرم ناشناخته در رحم زنان علاقمند قرار گرفت. یعنی چی؟ میفهمی یعنی چی؟ یعنی برگردیم طبعا. یعنی میخواست شما دیگه خب میدونم خصوصا دانمارک که کشور کوچیکه الان با مهاجر چقدر چی میکنه. وقتی مهاجر اونجا میره حتی تلاش هم ازش میگیره میگه خرج خودت میکنیم. دعوا بود که انگشتری که در دستشونه حلقه اینم بگیرن یا نه، چون که کشورش کوچیکه نمیخواد مهاجر بره. از اون طرف هم یک بدبختی داره که ملتش وقتی که از همون دین مسیحیت هم دور شدن، بالاخره در دین مسیحیت هم حقانیتی بود دیگه و هست، بچه دارم نمیشه، زن آزاد، دولت میگه داره نسل ما از بین میره، از اون نمیخواد مهاجر اگه بیاره. خب مثل آلمان کشور بزرگی نیست که با مهاجر کشور میخوره. لذا زنایی که علاقمند هستن، خب زنم دیگه بالاخره انسان هستن دیگه، فطرت داره، میخواد بچه دار بشه، براش یک نطفه میده بهش، حکومت بانک داره، سبحان الله عجب دنیای شده، یک نطفه میده بهش که نمیگه این نطفه مال کیه، یعنی اون بچه که دنیا میاد پدر نداره. اینا میگم که اینا کارشون لحاف کوتاست، فکر بعدش نمیکنه. شما نگاه کنید این عکسو ببینید، پدر ببینید چقدر چیزی این، لطفا این بیارید عکسو. پدر ببین در بارون یک چینیه، به فطرت هست، بچه خودش رو زیر چی گرفته ولی خودش توی بارون مونده. خب اینا اصلا پدر و بچه رو از پدر محروم میکنن. ولی اینجا که رسالت بگو چرا اینجا اومدی تو این حرفو؟ میخوام بگم که چطور دین ما دینی هست که با علم آمیخته است. اینه که دیدم یاد یک حدیثی افتادم. آقا عجب، این حدیث شما ببینید تعجب خواهید کرد که پیغمبر ما چطور پیشگویی کرده بوده. لطفا ببینیدش سر کنید. این حدیث لطفا بیارید. حضرت محمد امام احمد چیز کرده از عبدالله بن مسعود رابعه چیز بزرگ که در قبل از قیامت میگه چند اتفاق میفته. یکی که آدم ها به هر کسی که میشناسن فقط سلام میکنن، حالا همینجوره دیگه. تجارت خیلی زیاد میشه، حتی که زن به مردم کمک میکنه و قطع الارحام میشه. این رو ببینید اون موقع به از چیز خود تفسیر کردن مفسرین، گفتن آقا فامیلا با هم رفت آمد نمیکنن. اما حالا من اینو که دیدم در دانمارک داره میشه، ها اینی که در دانمارک دیدم، خب گفتم یعنی معنیش این است که اصلا طرف خواهر و برادر و پدر خود رو نمیشناسه قبل از قیامت دیگه. حالا فرض کن این پدرش رو نمیشناسه، اما از اون نطفه گرفته 50 نفر دیگه هم داده، اونا برادرش حساب میشن دیگه. اگه مثل ما مسلمان ها بود، خب دو زن سه زن خب برادر حساب میشه، میشناختن هم دیگه رو، اصلا هم دیگه رو نمیشناسن. اینه پیامبر چند جا در حدیث گفته. این داستانی که من همینطور اتفاقی دیدم یاد این حدیث افتادم که قبل از قیامت میگه مردم اصلا برادری خواهری
پدری فرزندی همه چی از بین میره، حتی مادری از بین میره توی حدیث های دیگه است. خب اینو علما اون وقت اصلا تصورش نداشتن که چنین چیزی بشه که نطفه بگیره او در شکمی که دیگه بذاره، لذا میگفتن آقا بر اساس علم خود تفسیر میکردن. اگر شما میبینید گاهی تو تفاسیر ما اینو توجه کنید، این خیلی مهمه، هم در مسئله ملحدین هم در مسئله غیر ملحدین، که میگه آقا در فلان کتاب تفسیر مثلا قرطبی نوشته، نوشته که نوشته، اگر کتاب قرطبی رو ما خوب توجه کنید ما 100% قبول میداشتیم دیگه چرا بقیه تفسیر مینویسن؟ چرا هر روز تفسیر مینویسن؟ پس تفسیر بیان یک عالم است از چیزی که در دریافت میکنه. اگر که واقعا 100% قابل قبول باشه دیگه تفسیر دیگه چرا نوشته میشه؟ باز این علمای ما بعضی هاشون چون پیغمبر گفته بود که اهل کتاب رو نه تکذیب کنید نه تایید کنید، یعنی اگه حرفشون موافق ما بود درست، اگه مخالف ما بود رد میکنیم، اما چیزی که نمیدونیم نه تایید میکنیم نه تکذیب میکنیم. اینها بعضی از که چون که کتابای تورات انجیل رو خونده بودن بعضی از اونها رو تو تفسیر خدا آوردن، ولیکن ربطی به قرآن نداره و تازه همشون نیاوردن و تفسیر رو عوض میشه. مثلا که اینو گفتم مثلا عنکبوت، مثال عنکبوت میگم هم برنامه عنکبوتی که ما هم داریم، خانه عنکبوت. خب این عنکبوت میگفتن که آقا سست ترین خانه است، ولی الان کشف کردن که تاری که داره قوی ترین تاره، همون فولاد زنده است، و دیگه کشف دیگه کردن که این خانه ای است که برادر خواهر هم دیگه رو میخوره، کشفای جدیده، خانه سست دیگه که برادر خواهر توش چی نباشه. ولی اون موقع که دیگه نمیتونستن تفسیر کنن چون که نمیدونستن از علمش، لذا قرآن چون ما رو همه زمان هاست و ولی از خودش در میاری. خب این از این. حالا بریم ممکنه شما این آیه رو برام بیارید، نگاه کنید این آیه رو بیارین، فسلک فیها، سوق بده به سوی کشتی، من کل زوجین اثنین، زوجین اثنین یعنی از هر زوجی دوتا. خب اینو میگه چرا اینو میگه شما دبه در نیارید دیگه آقای مسلمون، اینجا در قرآن نوشته که از هر جفتی دوتا بیار، از هر چیزی دوتا. خب این هر چیز آیا معنیش این است که همه این کل معنیش این است که همه چیزی روی کره زمین، همه حیوانات، این از کجا آوردی؟ مثال من به شما میذارم، از خود قرآنم دلیل میارم برای شما، به قول رضا شاه به سلام ماسمالی نمی کنم، از خود قرآن برات دلیل میارم. ببینید شما میرید کوه، اول مثال رو بشنوید تا بفهمید، میرید پیکنیک تو پارک، تموم میشه پیکنیک، به پسرت میگه بچه همه چیز جمع کردی؟ منظورت این است که همه چیز رو پارک جمع کردی؟ نه، منظورت این است که همه چیزی که ما آورده بودیم روش نشسته بودیم همه رو جمع کردی چیزم بازه نمیگی. خب این یک سابقه داره، سابقهش این است که تو به پارک رفتی نگفت همه برگا رو جمع کردی، درستی ها. حالا نگاه کنید مثل این خیلی ما داریم، نگاه کنید مثال من حالا بعضیش میخوام که باز وقت برنامه داره کم کم از به چی میشه بیارین لطفا. این داستان حضرت عیسی، حضرت موسی و اون رفیقش هست خضر، و خضر که همه چیز میکرد کشتی رو سوراخ میکرد، وقتی که بهش میگه میگه اما سفینتو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها و کان وراءهم ملک یاخذ کل سفینه غصبا. میگه من این کشتی اینا رو سوراخ کردم چون که در پشت سر یک ملکی بود، اون طرف یک ملکی به اصطلاح پست بازرسی گذاشته بود و هر کشتی رو کل سفینه، هر کشتی رو میگرفت. این کل سفینه منظور چیه؟ منظورش این است کل سفینه ای که از این راه رد میشه، نه اینکه کل سفینه‌ای که در کره زمین است. اینکه پیام حضرت الله به الله جل جلاله و حضرت نو گفته که از کل زوجه میگیرید، زوجه اینی که حیواناتی که دور براتون هستن، تازه اونم هر حیوانی نه، من براتون ثابت میکنم هر حیوانی نه، گاو و گوسفند و اینها رو گفته. چرا؟ برای اینکه اونها زیاد بوده دیگه، اونها کارشون دامداری بوده، گفته یعنی همه گوسفندات رو بار نزن، من اینجور معنی میکنم جفت یک جفت بگیر ازش، یا دو جفت بگیر ازش، یا مثلا از شتر دو جفت بگیر، اینجوری میگم دلیل براتون میارم. اینا نگاه کن در مورد ذوالقرنین میگه، نگاه کنید انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، از هر چیزی براش ما دادیم، هر چیزی که بهش نداده که، خب بالاخره اون یک انسان بوده، نمیشه که هر چیزی بهش داده باشه. یا در آیه بعد میگه ما در قرآن و هر چیز مثل زدیم، خب هر چیزی که مثل نزده منظورش هر چیزی که برای هدایت هست،
مثل زده، هر چیزی که برای ذوالقرنین نیاز داشته مثل زده. پس هر چیزی که نیاز حضرت نوح بوده گفته سوار کشتی کن، اما همش سوار نکن. اینطوری باید از قرآن این در میاد، چیز دیگه در نمیاد. اگر غیر از این باشه، خب ببینید، اگر قرار باشه که بگیم از هر جفتی گرفت، خب چرا این آیه را استفاده نمی کنید؟ این آیه را بیارید لطفا. سبحان الذی خلق الازواج کلها، بیارید لطفا. مما تنبت الارض من انفسهم و مما لا یعلمون. اگه اینجوری باید بگیم که آقا گفته از هر زوجی دوتا بگیر، باید بگیم که درختار هم گرفته برده، گرفته برده درختارو، چون که گفته که صبح منزه هست اللهی که همه چیز جفت آفرید، حتی درختان رو. آیا خوبه که تو کتاب تورات انجیل دیگه این دروغ ننوشتن؟ اونایی که تعریف کردن و عقل هم اینو باز قبول نمی کنه. اگه تمام کره زمین اومده، خب از چرا دیگه باید گیاه هم از بین بره دیگه؟ گیاه که زیر دریا از بین میره، تموم میشه و میره دیگه. لذا وقتی که گفتی که از هر چیز کل زوجه نیست، این از هر زوجی دوتا، منظورش این نیست که هر چی که دستت اومد از درخت بگیر، نه این نیست. گفتم عطف به ما سبق میشه، مثال پارک براتون گفتم. وقتی میگه آقا فلان هم مثلا میگه همه چیز آوردی، منظورش همه چیزی که مربوط به اون کار هست. خب اما و این البته چی هم شده دیگه، حالا من بقیه شده دیگه به تونتون میگم چون وقت بینندگان میرسه. نگاه کنید همین آیه لطفا بیارید، همین آیه ای که به اصطلاح اومده که فصل فیها من کل زوجین نیست، نه این بالاترش اصلا داره در مورد حیوانات صحبت میکنه. و این لکم فی الانعام لعبره، در حیوانات برای شما عبرت هست، از بطنش میخورید، شیر میخورید و برای شما منفعات زیادی داره و بر اون سوار میشید و بر کشتی سوار میشید. باز داستان نور میگه تا میرسه به اینجا که میگه از هر چیز، منظورش اینجا که از همین انعام بگیر، از همین منظورم حیوانات، حیوانات اهلی. آیه بعد ببینید، اینو بذارید که براتون توضیح دادم. ببینید حیوانات، این چهارپایانی که خداوند هشت جفت چهارپا هستن الان بهتون میگم، اینها رو میگه خداوند خواست خلق کرده برای انسان. ببین اول میگه خلقکم من نفس واحده، شما رو از یک نفس آفرید، بعض میگه زوجش آفرید و باز میگه برای شما حیوانات رو نازل کرد. عجب، نمیگه خلق کرد، میگه یعنی حیوانات خاص برای چند تا، بیارید اینجا لطفا. سمانیت ازواج، سمانیت ازواج یعنی همون هشت جفت رو بیار، ای نو سوار کشتی کن دیگه. آیت بعد ببینید این اینجا رو یکی هم دیگه رو ببینید تا ببینید حیوانات خاص نازل شدن برای انسان ها. میگه ای بنی آدم، ما برای شما لباس رو نازل کردیم. لباس از چی درست میشه؟ در آیه بعد میگه انعام رو خلق کردیم که برای شما لباس پوشش گرم میدن. فهمیدید؟ چون که انعام نازل شده دیگه، یعنی چیز خاص شده دیگه. آیه دیگه بیاریم، اینجا خیلی جالبه. میگه آیا نمیبینید، نمیبینن؟ اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا. ببینید آیا ندیدن که ما اون چیزی که با دست خود خاص ساختیم، انعامن، یعنی حیواناتی رو خاص برای ساختیم. اون حیوانات همون هشت حیواناتی هستن که باز وقتی که حضرت نوح پیاده هم میشه، میگه پیاده شو با برکات به خودت و اممی که با تو هستن. ما میدونیم که حیوانات هم امم هستن، تو خود همین قرآن اومده که اونا هم امت ها هستن. خب اون حیوان چیه؟ گاوه، تو قرآن اومده، شتر، اینا رو گفته با خودت بگیر یک جفت، گوسفند، بز، این حیواناته، اینها برکت داره، روز شب ملت میخوره اما تموم نمیشه. و چقدر از سر تا پا برکت داره، شیرش برکت داره، حتی معذرت میخوام هر چی فضولاتش چی میشه ازش استفاده کرد، چون که خاص برای انسان خلق شده. و جالبه که اینجا من یک معجزه دیگه پیدا کردم، تعجب کردم، واقعا تعجب کردم این معجزه رو که تو قرآن دیدم. باز چون که حالا بلکه اگه ملحدی نشسته ببینه، نگاه کنید وقتی که مثلا شما میدونید ما امروز که از حیوانات استفاده نمی کنیم، برای قرآن بسیار خیلی اومده که حیوانات برای سوار شدنه، درسته؟ برای اینکه قدیم همین کارو میکردن دیگه، اگر شتر نمی بود که نمیتونستن شهر به شهر دیگه برن، اگر چهارپایان نمی بود که نمیتونستن برن، با اونا بار خود حمل میکردن. همینطور در مورد اگر که مثال گاو و گوسفند نمی بود، اصلا هیچی نبود، چی میخورد انسان؟ ولیکن جالبه خداوند اینجا نگاه کنید چی میگه، لطفا بیارید. خدا برای شما قرار داد که از خونه های خودتون به اصطلاح جای سکن و از
پوست حیوانات برای شما خونه ها قرار داد و باز میگه که از پشمش و از کرکش و از موش برای شما اساس و متاع الهین، تا یه وقت معینی برای شما متاع قرار داد. یعنی چی؟ یعنی تا وقت معین خیلی معنی داره، چون ما میدونیم امروز داره همه چی مصنوعی میشه دیگه. بشر داره اول که ماشین اختراع کرد به جای چهارپایان، این الحمدلله از مسئله حمل راحت شد، از مسئله حتی همین از موی به اصطلاح و کرک و معذرت میخوام این چیه پشم حیوانات که استفاده میکنه، این هم بشر داره مصنوعی درست میکنه با پلاستیک. برای همین خدا گفته این برای شما هست تا الهین، تا یه وقت معینی. مفسری میگفتن تا روز قیامت. الان من شما میفهمیم که لباس هم ممکنه برقی درست کنن، دارن درست میکنن، ولی که خداوند گفته تا یه وقت معینی. حتی اینم دقت کرده که فردا مالیت نیاد بگه آقا حالا ما که احتیاجی به نمیدونم به پشم گوسفند نداریم که از اون لباس درست کنیم، خودمون لباس‌ها رو مثلا با پلاستیک درست می‌کنیم. از این حرفا منظورم این است که همه چی رو دقیق گفته. این داستان این است. پس همش نه من نمی‌دونم، اگه شبهه ناجواب ان شاءالله نمونده، نه کره زمین از زیر آب رفته، بلکه قوم نوح زیر آب رفتن، که قوم نوح هم نه در همه کره زمین پراکنده نبودن، دست چهار شهرک نزدیک هم بودن، چون که نمیتونستن نوح که بره همه جا اینا رو دعوت کنه که، و اونا که گناه نکردن چرا باید کشته میشدن. به این که میگه نمیدونم تا بالای کوه بالا اومده، هیچ جا نیومده که تا بالای کوه بالا اومده آب، و اگه بالا تا بالای کوه هم بیادم باز زمین سرد نمیشه. اینقدر فکر کنید، خب حالا در فیلیپین 11000 متر زمین از آب بالا اومده، ولی زمین سرد که نیست، تو اون گرم هم هست، چون همینطور که بالا میاد اکسیژن هم بالا میاد دیگه. قصدم این است که این حرفایی که میزنن همش نمیدونم میگه غذا از کجا بردن. ما که گفتیم اصلا حضرت نوح حیوانا رو اینقدر پر نکرده بود تو کشتی، باز تمام زمین زیر آب نرفته بود. این سوالا همه به همون به فرضشون غلطه، به فرضشون غلطه. اما یک چیز پرسیدن که چرا کافران هنوز هستند و پیامبر حضرت نوح به نتیجه نرسید. نه این چرا اینطور نیستش که ببین همه فرضیه غلطه. خدا نمیخواست که کافران تا روز قیامت از بین ببره. اگه چنین کار میخواست خب شیطان رو اصلا اجازه نمیداد، شیطان رو تا روز قیامت اجازه داده دیگه، یعنی اون باید کار کنه. ولیکن همون کافران رو به خاطر، اونم نه به خاطر اینکه کافر بودن، ببینید به خاطر اینکه نگاه کنید، یا یعنی بیارید به صورت براشون میگم، نگاه کنید، میگه اول گفتن که ای نو ما برای نو صبر میکنیم، این دیوونه است دیگه، صبر نکردن، گفتن ای نو اگر تمامش نکنیم ما تو رو سنگسار میکنیم. وقتی که گفتن سنگسار میکنیم عذاب اومد. شما چرا مسئله رو خدا رو اینقدر ظالم جلوه میدید برای مردم؟ 900 سال برای اینا صبر کرد، اینا صبر نکردن، خواستن اون رو چی کنن، اینا رو از بین برد. هرکس خدا هدف قرار نداد بود که کره زمین رو از کافران خالی کنه، هرکس چنین چیزی رو نگفته بود. لذا این چیزای فرض خودشون میذارن. حالا حرف آخر میذاریم، باز میام برنامه برید. آها یکی چیز دیگه گفت، نمیدونم پسرش به کوه رفت. نه خیر، پسرش به کوه نرفت، میخواست بره به کوه، طوفان اومد. فقط یک فیلم مربوط به طوفانی که برای که بفهمید که خدا میتونه، همین جلوی چشم ما در سال 2005 میلادی یک طوفان اومد از اندونزی تا آفریقا، چقدر دوره، هند و تایلند و مالزی و همه رو گرفت. یک صحنه‌اش فقط ببینید، ولیکن نه است که 40 روز اومده باشه، یک منطقه اومده به حکمت خدا. لطفا بیارید ببینم بیننده کن، اگر کلیپ بعدی رو بیارین باز میتونیم میام برنامه برید. من بگم کلیپ شماره چند بود؟ بله، کلیپ شماره 7. درست 10 سال پیش بود که وقوع سونامی در اقیانوس هند سواحل زیبای جنوب و جنوب شرقی آسیا را تبدیل به یک جهنم واقعی کرد. امواج سهمگین به ارتفاع 30 متر که تنها در عرض چند ساعت یکی از مرگبارترین حوادث طبیعی دنیا را رقم زدند. زلزله به قدرت 9.3 در مقیاس ریشتر جزیره سوماترای اندونزی را لرزاند و اثراتش به سرعت به سواحل سریلانکا، هند و تایلند رسید. اثرات مخرب این زمین لرزه تنها به آسیا محدود نشد. امواج سهمگین سواحل شرقی قاره آفریقا را نیز در نوردیدند. در اثر این فاجعه در مجموع نزدیک 230,000 نفر قربانی شدند. اما چگونه است که در قرن 21 هیچ کدام از این کشورها برای رویارویی با چنین فاجعه طبیعی آمادگی نداشتند؟
به جز تایلند و اندونزی، سایر کشورهای مربوطه فاقد سیستم هشدار به ساحل نشینان بودند. نقطه ضعفی که بیشک در افزایش تعداد قربانیان و مصدومان تاثیرگذار بوده. وانگهی فاصله بین آگاهی از امکان زلزله و وقوع آن ناچیز بوده و مسئولان این کشورها از بیم هرج و مرج و تأثیرات مخرب اقتصادی هشداری که میتوانسته در حد یک هشدار باقی بماند سکوت را ترجیح دادند. این سیاست محافظه‌کارانه و تعلل‌های بوروکراتیک البته به قیمت جان هزاران انسان بیگناه تمام شد. واسانتا سه فرزند خود را در این فاجعه از دست داده. او میگوید 10 سال از این ماجرا میگذرد. هر وقت با آنجا میروم فقط گریه میکنم. گریه. به هیچ وجه آرام نشدم. برای اینکه سونامی 3 دسته گل مرا بلعید. واکنش جامعه بین الملل به این فاجعه نسبتاً سریع بود. وجود بیش از 2000 توریست در بین قربانیان البته روند کمک‌ها را تسریع کرد. تا کنون حدود 14 میلیارد دلار کمک مالی صورت گرفته. اما آیا این میزان برای جبران صدمات روحی و مادی این فاجعه کفایت می‌کند؟ پاسخ از زبان یک شاهد عینی: از زمانی که خسارتی که بابت سونامی به ما دادن تمام شده، مشکلاتمان هم شروع شده. اداره کردن خانواده خیلی مشکل شده. ما واقعا در رنجیم. پدرم واقعا کمک نمی کند. تازه بعد از مصرف الکل به جان ما می افتد. بله. سلام عرض می کنم دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. فاصله افتاد بین من شما، اما عرض کنم که این فقط خواستم بگم که یعنی خداوند این قدرت داره. اتفاقا حالا گفتن پشت کسی که مرده میگه حرف نزنید، اما به خیلی از در وقتی اومد که این فیلمایی که شما میبینید فیلمایی است که تونستن فیلم بگیرن. اصلا بعضی ها که نتونستن فیلم بگیرن، اومد زد همه جای دنیا رو. بس خداوند قدرت مطلق داره، جلوی چشم به ما نشون داد. و متاسفانه در بعضی از این کشورها از بچه ها سوء استفاده میشه، خصوصا در همین روزا. چون در تعطیلات میلادی اومدم، سال نو که مردم از همه جای دنیا میومدن و در کشور خودشون ممنوعه، و در کشورهای بعضی مثل تایلند و اینها از کودکان هم سوء استفاده میکنن، بودی که دولت موقعا کنترل نداره، چون قانونا حالا من کرده. ولی خداوند دیگه غضب خود رو فرستاد، البته حکمت هم داره ما نمیدونیم. منظور حالا اون نبود، منظور این بود که طوفان شدنی است. حالا دیگه وقت میام برنامه است و هاشنگ دو سه صحبت دیگه مونده. خیلی یک صحبت خیلی مهم بود. چی گفتی تو فرمان چیزی گفت؟ بله، میخوایم که شما همون، چون که اگه یادتون باشه اگه بیننده برنامه ما در روز دوشنبه بوده باشید، ما اونجا یک نوع مناظره ارزم به حضورتون که کتبی رو اعلام کردیم که میخوایم برای یادآوری که انتظار ما طولانی نشه دوباره اون رو در میان برنامه پخش میکنن دوستان و منتظر جواب ما هستیم. بیانیه اول: شیعیان ادعا می کنند که امام زمان افراد بیشماری را در زمان غیبت ملاقات کرده و دستوراتی به آنها دادند. اما سؤال اینجاست که چرا همه این دستورات شفاهی بوده و هیچ کدام از مدعیان دست خط یا امضایی از امام غائب نشان نمی دهند؟ به نظر می رسد که علت عدم ارائه دست نوشته‌ای از امام غائب این بوده که امامی در کار نیست. زیرا اگر شخصی که 1200 سال پیش مدعی نمایندگی مهدی بود از جانب وی چیزی می نوشت، 200 سال بعد برای نماینده بعدی این امکان وجود نداشته که اینه همان دست خط نفر اول را به نام امام مهدی جعل کند. و همچنین 800 سال بعد مدعیان در دوره صفوی و همینطور مدعیان ملاقات با مهدی در عصر حاضر نیز مشکل ارائه دست خط واحدی از امام زمان را پیدا می کردند، لذا نتوانستند دست خطی از وی در دوران مختلف ارائه نمایند، چون از اساس امام زمانی در کار نبوده است. منتظر پاسخ شیعیان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی دوباره به شما بینندگان عزیز. این البته عذر می‌خوایم که در برنامه ناباوران که مربوط به ملحدین هست ما این سوال رو مطرح کردیم، فقط برای یادآوری بود. هفته های بعد در برنامه ناباوران یک سوال رو از ملحدین خواهیم پرسید، اونها رو ما یکمی مشتمل میدیم، ازشون میپرسیم، سوالای ما رو هم جواب بدن. اینقدر شبه پراکنی میکنن. و از بینندگان عزیز میخوام اگر در جاهای اینا رو میشناسن بگید، عوض این که این طرف اون طرف بنویسن بیان اینجا حرف خود بزنن، ما پخش هم میکنیم و سوال ما رو هم جواب بدن، سوال ما رو جواب بدن. و اینم ان شاء الله که ما روز دوشنبه منتظر هستیم چی جواب بدن. یک واتساپ هم اتاق فرمان حتما اعلام کنید که اگر کسی خواست جواب کتبی بده در مسئله. بله آقای احمد از اصفهان سلام عرض میکنم. آقای احمد بفرمایید. سلام، خسته نباشید، بختتون بخیر باشه ان شاء الله. تشکرم آقای احمد. آقا، حقیقت داستان نوح از قرآن بیان شده همون حقیقتی هست که در احسن القصص داستان حضرت یوسف به یک شکل واقعی تر مطرح شده، که یک به یک آیات قرآن را اگر اهل کسی اهل تدبر و اهل بصیرت و اهل آینده نگری باشه به این نتیجه میرسه که 14 قرن خورده پیش قرآن کریم که بر قلب غازلین پیامبر حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه نازل شد، ما را به این سرمنزل مقصود رسید که بشر امروز تا الان هنوز به اون نرسیده. یعنی حقایقی در قرآن وجود داره که هنوز نتونسته علی‌رغم ادعای این ناباوران ملحدی که خدای نکرده جنبه های توهینی به قرآن وارد میکنن، هنوز به اون نرسیدن. بله، مثال حضرت نوح علیه السلام مثال میزدید، کاش حضرت نوح علیه السلام کاش مثال مثالش اینه. بله. که نمیدید مثلاقهای فراوان وجود داره. بله. در رابطه با علم جنین. بله، در رابطه با علم جنین که بشر امروز الان تونسته بین رابطه های بسیار دقیق کشف بکنه. ببینید قرآن کریم 14 قرن پیش این علم جنین رو بیان کرده، ظلمات ثلاث گفته. بله، در رابطه با در رابطه با رنگ های متعدد سوره حدید داریم، در رابطه با آهن، سایر رنگ های مختلف در درون طبیعت، انواع و اقسام حیوانات، در رابطه با شربت شیرین یا شهد شیرین به نام عسل. بله، ببین چقدر توضیحات مبسوط، توضیحات بسیار دقیق قرآن بیان کرده. اون موقع این ملحدان میان به ظاهر قضیه نگاه میکنن و با علم امروز خودشون به ادعای خودشون به سخره میگیرن. آقای احمد، ولیکن حتی با علم امروز جان. یا به نگاه میکنن به اصطلاح از قرآن که دلیل نمیتونن بیارن، از خودشون یه چیزی میسازن همون رو رد میکنن به ما نسبت میدن. مثال بنده رو اول متهم میکنن که من چینی هستم، باز چین بعد میگن من که چینی نیستم، مثال میگم. بله، اینا کارشونه، اینا کارشونه که آقا بخوان قصه بافی بکنن. قرآن قصه نیست، قرآن یه حقیقته، داره به من بشر از طریق داستان طوفان نوح یاد میده که آقا اگر از پیغمبر سرپیچی کردی، از اطاعت خدا سرپیچی کردی، پاروی قانونمندی های من که تصمیمش کردم گذاشتی و از حد و حدود خودت خارج شدی، با من طرفی، یه فرد مسئولیت پذیری باش در درون این دنیا. بله، و اگر فرد غیر مسئولیت پذیر باشه طبیعتاً به یک سری موانعی برخورد میکنه و اون هم خدا جلوش میسته. بله، درست. یه سوالی هم محضر مبارکت رو داشتم، بفرمایید، خواهش میکنم. این هست که ببینید روش برخورد با اینها بسیار متفاوته، چون ما زبان ما زبان قرآنی هست، زبان ما زبان حدیثی هست و از طریق قرآن و سنت میخوایم به اینها بفهمونیم که چطوری میتونیم با اینها مقابله بکنیم. یه سوال اساسی پیش میاد، علم امروز بشر آیا جوابگوی نیازهای فردای ما خواهد بود یا نه، یا فردا هم با امروز ما متفاوته؟ بله، والا خیلی ممنونم از شما، ازتون خداحافظی میکنیم. جواب میدم که علم به هر حال مفیده، ما ولو که امروز یا فردا یا هر چیز جواب پاسخگو هست برای بشر، به شرطی که علم باشه، نه اگه چیزای تئوری از خودشون میسازن، مثل نمیدونم اما دیالکتیک که میگفتن کمونیستا، که نمیدونم جبر تاریخ آخری چی نشد، نه جبر تاریخ شد نه فیزیک تاریخ شد، بلکه دنیا از کمونیستی پاک شد. این چیزها رو میگن. ما اینو حرف شما رو تایید میکنم قبل از که بیننده بعدی بیاد سر خط، این نکته رو میگم. اگر اینها به خدا قسم، به الله جل جلاله قسم، اگر اینها یک عیب از قرآن پیدا میکردن، شب و روز صحبتش میکردن. عیب پیدا نمیکنه، عیب خیالی میسازه. الان حرفایی که زد، مثال اون دفعه هفته قبل گفتم، میگه مسلمان‌ها معتقدن یک کوه در آسمان است،
ما کی معتقد بودیم که یک کوه سنگی از آسمان بارون میاد؟ اون صوفی ترین صوفی ها، گمراه ترین گمراه ها هم این حرفو نزده. اول به ما نسبت میده، باز حرف خودشو میزنه. این مشکل ملحدین است، اما مشکل ما چیه؟ بیننده بعدی را ازش عذر میخوام، فقط یک دقیقه. یک لحظه. مشکل ما این است که اونا کوشش میکنه، ما کوشش نمیکنیم. شما گفتی که خداوند گفت که از من اطاعت نکنید من شما رو نابود میکنم. نه، اینجوری هم نگفته. الله جل جلاله برای این قوم نو صبر کرده. دو شرط نابودی غیر مسلمانون به اصطلاح ملحد معاند هست. یکی اینکه اون طرف زورگویی کنه، طرف مقابل اجازه نده. دوم اینکه طرف مقابل مثل حضرت نو صبر کنه. اگر این دوتا با هم برخورد کنه اون وقت کافر نابود میشه. اما اگر اون زورگویی کنه باز مسلمان صبر نکنه، مثلا باشه همراه بشه، بازم اون ناپیروزه. خب این بس طولانی است، بیننده بعدی دیگه ناراحت میشه. اوه محمد هم هستن، حتما ناراحت میشن. آقای محمد سلام عرض میکنم، بفرمایید. آقای سیدی سلام عرض کردیم. سلام و رحمت الله، بفرمایید آقای محمد. خیلی ممنون، ما خیلی از شما تشکر میکنیم که اون تذکری که ما دادیم بابت نظم و اینا به هر حال رعایت کردید و خیلی خوشحال هستیم که به هر حال انتقادات رو میپذیرید. به حساب اون مسئله دیگه گردن مزمو باریکتر آقای محمد، بفرمایید. نه دست شما رو نکنم. آقای سیدی این البته من تو این صحبت ها که کردید یه نکته تو قرآن هستش که اون بارونی که اومد در زمان حضرت نوح فقط بارون نبود. قرآن میگه هم از آسمان هم از زمین بله. آب میجوشید. بله از زمین تو یعنی آرت نور. اینا اینجوری نبود. درسته. بفرمایید. به اتاق فرمان چی مسئله داره؟ تماس دارم. درسته. درسته. طبعا از زمین هم بوده. ما حالا صحبت نمیکردیم که منبع بارون کجا بوده. بله. بلکه به هر حال سونامی رو نشون دادیم که خداوند میتونه حتی از زمین هم آب در نیاد میتونه. بله بیننده فرمودید آقای رضا از مازندران سرسبز، لطفا صدای تلویزیون رو ببندید. صدای تلویزیون رو ببندید که هم شما اذیت نشید. سلام. علیکم السلام، بفرمایید. سلام آقای سجید، خسته نباشید. ممنونم آقا، شما هم همینطور بفرمایید. حال شما خوب ان شاء الله. ممنون آقای عزیز. میگم که من یه پسر من تصادف کرده، مریض تی بستره. یا الله. یک دعا بکنید که انشاءالله خدا برای بچه ما خدا شفا بده. بینندگان عزیز همه از ته دل برای این عزیز ما دعا کنن. ما میدونیم خداوند انشاءالله که میدونیم دیگه، همه ما پدریم. خیلی سخته. الله جل جلاله انشاءالله که پسر شما رو شفا بده و این دعای ما رو قبول کنه که از ته دل میگیم. خدای تو شاهدی که ما داریم از ته دل میگیم. اما یک نکته رو عرض کنم، شما پدر هستی عزیز من رضا، دعای پدرم زیادتر قبول میشه. ول نکن دامن الله جل جلاله رو، خصوصا بعد از نمازهای فجر و خصوصا امشب انشالله که در ساعت تقریبا 2 که میشه، در اون وقت محال از خدا خودش سفره میگسترونه، میگه بیایید من دعای شما رو اجابت کنم. محال است که انسان رو دعوت کنه اجابت نکنه. من یه راستش میخواد، مادر من مریض بود، یک دفعه از بینندگان خواستم، تا حالا مریض نشده با اینکه بالای 90 چند سالش، خدا حفظش کنه. انشالله که خداوند پسر شما رو انشالله که سالم بده به شما برگردونه. ناراحت شدیم، خدا ان شاءالله که سالم برش گردونه به شما و شفاش بده. آقای حسین از اهواز. آقای حسین. الو سلام آقای سجودی. علیکم السلام آقای حسین عزیز. بله. بفرمایید آقای حسین. آقای سجودی من یه سوال داشتم در عمر. درباره ها؟ درباره چی؟ در مورد خلیفه دوم. بفرمایید بفرمایید. تو کتاب سنن کبرا جزء 1 صفحه 208 اگه اشتباه نکنم، بله، نوشته است که عمر وسط نماز دستشو گذاشت پیشش، بعد برگشت و مردم گفت من وضوم باطل شد. بله بله. خب خواستم اینو شفافسازی کنید، این کار درسته غلطه چیه؟ والا اگر چنین چیزی باشه، من که از این اطلاع ندارم که شما گفتید، والا اگر چنین چیزی باشه هم هیچ عیبی نیست، بلکه این تقوای یک انسان رو میرسونه که نماز دیگران رو. اگر همین دلیل بر این است که اگر این حرف درست باشه، دلیل بر این است که ایشون در دل از خدا میترسیده. اگر این حرف چی باشه که شما میگید، من خودم هم دیدم یک وقت امام ما تو مسجد ما نماز میخوند، گفت که بعد از نماز گفت مردم همتون فلان روز که نماز خونده بودید برید دوباره نماز بخونید. خب این چیه؟ بعد امام نماز امام پیش ما بالا رفته، یا بی وضو بوده یا هر چی بوده، این که چیز عیبی نیست. این چه عیبی داره؟ هست این سر خط هست؟
بله، این که عیبی نداره که انسان، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در نماز صف شده، وقتی که نماز خوندن یک صحابی گفت که یا رسول الله مردمی چی نگفتن؟ گفت ببینم نماز عوض شده. گفت چرا؟ گفت شما اینکه مثلا نماز سه رکعت خونده بود. گفت نه. گفت که پس چرا اینطوری خوندی؟ گفت پس من اشتباه کردم، با سجده صف کرد. گفت که من تا نگم شما نکوچی نکنید. این که عیب پیغمبر نیست، این که عیب نیست. چرا اونو نمیبینی که آقای عزیز من از اهواز حسین، که همین اهواز حضرت عمر از لوس وجود شرک پاک کرد، خوزستان رو، ایران رو، سند رو، نمیدونم بیت المقدس و مصر رو، بالاخره در فرمانداری اون بود، تنها نبود اما ایشون خلیفه بود، اونو چرا نمیبینی؟ کاش جواب میدادن. بله، بیننده بعدی آقای حسین هستند. بفرمایید آیه گشتی چی عیبی پیدا کرده؟ این که عیب نیست. یک کسی هست که دچار این مشکل نشه؟ بله، بیننده بعدی حسین از سنندج. آقای حسین از سنندج بفرمایید. آقای حسین الو جانم. آقای حسین سلام، چجوری؟ سلام و رحمت الله، بفرمایید آقا. خوبی هم چجوری؟ خسته نباشید. ممنونم، صدای تلویزیونتون رو ببندید. بله، بفرمایید. آقای چجوری؟ ابراهیم هستم. ابراهیم؟ بله، من نمیشناسم که، البته اگر که من از قبل چجوری شرمنده یه سوال داشتم. بفرمایید. اولا میخواستم بگم که واقعا دوستتون دارم. خدا شما رو دوست داشته باشه. برنامه‌تون خوبه. ممنونم، سوالتون رو بپرسید. چجوری؟ من چند بار توبه کردم ولی باز به هر حال یه جوری توبه مو شکوندم. حالا توبه نسبودی از چی؟ خواستم ببینم دوباره آدم میتونه توبه کنه یا نه. بله، جوابش آسونه. بله میتونه، چرا که خداوند پیامبر در حدیث های زیادی داریم، یکی آمد گفت وای گناهانم، وای گناهانم، پیغمبر گفتن که گناهان تو خیلی بزرگه، گفت خدا از گناهان تو بزرگتره. یک دیگه که حدیثی داریم که گفتن که یا رسول الله ما ای گناه میکنیم ای توبه میکنیم، ای گناه میکنیم ای توبه میکنیم، باز گناه میکنیم، تا چند بار قبول میشه؟ گفت وقتی که شما خسته نشید. متوجه هستید؟ بله، تموم شد. سوال دیگه ندارین؟ این از خودتون قطع کردید، این از مسلمات دین ماست که خداوند تا لحظه مرگ توبه را قبول میکنه تا وقتی که خورشید از مغرب در نیاد. اینطور با صحابی هم داریم که اومده ایمان آورده رفته اون بر افتاده مرده، گفت که رسول الله فرمودن که عمل کم کرده ولی اجر زیاد برده، چرا که تا قبل از که مسلمان بشه خب برای راست نبوده دیگه. منظور من این است که اسلام چیز قبل رو پاک میکنه، توبه پاک میکنه، پشیمونی هم توبه است. بیننده بعدی از سنندج میایم، بندر عباس. آقای محمد سلام عرض میکنم. آقای محمد بفرمایید. سلام، خسته نباشید. ممنونم آقای محمد عزیز، بفرمایید. سوالی که داشتم درباره همین بحث که بفرمایید، خوشحال میشیم بشنویم. بله، اگه همین که برنامه نظامی رو خیلی خوبی در مورد سوال قرآنی که داشت، مثلا در مورد خلقت آسمان و زمین که درست کرده در جنین صحبت کرده که با قرآن از نداره و از این یعنی قرآن با این روز تدبیر نداره از من زیاد تر اگه تر من تنتا شدید همه خوب نتستم خوب خواهم نتستم خوب روز جواب بدن از شما خواهش کنم از اینا رو هم پس کنید و جواب و یک از همین نواره که سیحا نیزن حال دارم حال همینجا خود جمعه بین قول و ترائب رو چطور میشه که باید باید نیاز بگید؟ خواهش میکنم، عرضم به حضورتون که سوالی که پرسیدید انشالله هفته بعد جواب میدیم، به خاطر اینکه ما دوست داریم سوالا رو بپرسید باز در همون مورد به اصطلاح جواب مفصل بدیم. برای همین اینو به خاطر این گفتم که تشویق بشید سوالاتتون رو ما ردیف کنیم. اما این که گفتید ملحدین سوالای زیادی رو مطرح میکنن، علتش این است که اونها نمیخوان جواب بشنون. یکی رو که بهش میگی میره در دیگه میگه اگه شما باش من باشون بحث کردم، در بحث در یک جمله وا نمیسته، یک چیزیش میگی میری در جای دیگه. حالا تشریف بیارن بحث کنن با ما که اینجا نشستیم، در مورد صلب و ترایب بحث کنن، در مورد هر چیزی که میخوان بیان موضوع بحث تعیین کنن، ما که میگن راه حساب پاک است، اما یک طرفه صحبت میکنن. وقتی که باشون صحبت میکنیم اون چه فوش که بلده، نه پدرتو میذاره نه مادرتو میذاره، این ادبه. بحث بیاد بکنه هیچ حرفی نیست. لذا برای همین هم اومدیم که شبهاتشون یکی بعد از دیگری جواب بدیم. شما هم سعی کنید که به مردم برسونید، یعنی ببینید همه ما موظف هستیم، پیغمبر ما دعا کرده، چون کار اونا تاثیر داره روی جوانای بی سواد، جوانایی که به اصطلاح احساساتی هستن، جوانایی که از حکومت مثلا ناراضی ان، تاثیر میکنه.
پیغمبر گفته خدا تازه نگه داره. این حدیث اون الان بیننده عزیز ما که خدا پسرش شفا بده از ما دعا خواست، پیغمبر دعا کرده گفته خدا تازه نگه داره که یک حرف من رو به مردم میرسونه. صورتشو بیننده بعدی آقای محمد دوباره تشریف آوردن که قطع شده بودن. بفرمایید آقای محمد، ما مشتاقیم که بشنویم. آقای سجیدی من مجددا سلام عرض می‌کنم. ببخشید. بفرمایید. این قصدی که من می‌خواستم بپرسم، شما این اطلاعیه، این به اصطلاح بیانیه که فرمودید که ما جواب بدیم، احسنت. فرمودید که نوشته کنید برای ما. یه دفعه هم فرمودید که شماره بدیم و خلاصه مؤخرش مشخص نشد که این به صورت ایمیل باید بنویسید یا مثلا الان برای شما زیرنویس می‌کنه اتاق فرمان شماره‌ای رو که این شماره رو من ان شاءالله خودم باز می‌بینم، مستقیم به من میدن. شما نگاه کنید، زیرنویس کنید براشون. هر بیننده که میخواد پیامی بده این شماره است و در هر موردی که میخواد بنویسید هم این پیام به من میرسه. این شماره جدیدی که شبکه این نور به من داده آقای محمد، ولی اسمتون رو لطفاً زیرش بنویسید که من بشناسم، بعد همون اسم رو ثبت کنم. البته این واتساپ دیگه حتما میدونید شما، خیلی راحت تره و مشکلی هم نداره، دولت هم نمیتونه کنترل کنه. یعنی شما که حرف بدی نمیزنید برای دولت، ولیکن عموما دارم به بینندگان عرض میکنم که این واتساپ میتونید که الان شما جواب کتبی که دارید برای این بیانیه، من که گفتم از محمد از عزیز وقتشو نگه دارید، خوشم میاد به خاطر همینه که جرأت داره جواب میده. شبکه ولایت این جرأت نداره آقای محمد، جواب نمیده، فقط شبه پراکنی میکنه. ملحدین این جوابو نمیدن، فقط شبه پراکنی میکنه، میپره روش اونور میکنه. باز اگه بهش بگی آقا بیا جواب بده میره. حتی آقای شریفی رو ما مجبوریم اینجا غیبتشو بکنیم، جلوش هم هست. اگه صدای منو میشنوه، ما منتظر بودیم که سوال ما رو جواب بده. حالا واتساپ بذارید لطفاً اتاق فرمان. فرمایشتون رو میشنویم آقای محمد، بفرمایید. ببینید تو حالا که اعلام نکرده بودید، به صورت همه بلا تکلیف بودن که چی میشه، چی اصلا چه جوری. آقای محمد ما گفتیم که اونا تو شبکه خودشون جواب بدن دیگه، شبکه داشتن، شما که نبودید. حالا که شما رو که من ملامت نمیکنم، درست میفرمایید، ما منتظر بودیم اونا جواب بدن. حالا بفرمایید. بله، شما فراخوان تو فراخوان عمومی بود، گفتید شما جواب درست بدید، اون جواب بده هر که میخواد از این صحبت. ولی شما باید الان این که مشخص میکنید، باید طرف مقابلتون هم نظراتش رو بگیرید، ببینید آخه اونا حاضرن با این شرایطی که شما میگید. مثلا شما یه بیانیه میدید، میتونید مثلا 2 دقیقه بخونید، بعد نیم ساعت 40 دقیقه روش صحبت کنید، بعد فکرش بکنید، یک هفته 10 روز چه میدونم آخه این برنامه. اینا هم در نظر بگیرید آقای محمد، وقتتون رو نگه داشتن که نگید وقت من گرفتید. اجازه بدید آقای محمد، اصلا شرایط نمیخواد که من یک سوال مطرح کردم، شما الان یک سوال مطرح کنی، من موظف هم جواب بدم. ما یک سوال مطرح کردیم، اونا موظف جواب بدن، و تازه این بهترین راست. اونا 10 دقیقه جواب بدن، 15 دقیقه جواب بدن، اونا این همین کار رو با ما بکنن، یک سوال از ما بپرسن، شما از ما بپرس کتبی، ما جواب بدیم. آن را که حساب پاک است از محاسبه باک نیست. خیلی عذر میخوام، حرفتون رو قطع کردم دیگه، قطع نمی کنم. بفرمایید. نه مشکلی نداره، من فقط همین رو میخواستم عرض کنم که به هر حال شرایط هم در نظر بگیرید که همه تشویق بشن بیان جواب بدن. یه طرفه نباشه، خلاصه مثل قبلا هم که ما پیام میفرستادیم، شما تیکه 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 قطع میکردید و اصلا نمیفهمید آخر ما چی گفتیم. بصورت ممنون میشیم. حالا ان شاء الله که آقای محمد اگه شما جواب دادید، جواب شما را مثل جواب خود ما به صورت همینطور قشنگ در میاریم، مثل بیانیه خود ما پخش میکنیم. مطمئن باشید ما منتظر هستیم که آدمای مثل شما که شجاعت دارن، خداوند به توفیقات شما اضافه کنه، جواب بدن. زیرنویس هم شده، نگاه کنید زیرنویس کردن واتساپ رو، شماره واتساپ رو اتاق فرمان زیرنویس کرده. این رو یادداشت کنید، بینندگان یادداشت کنن. در هر موردی که خواستید صحبت کنید هم میتونید در واتساپ برام بنویسید، و منتظرم که بیانیه رو کسی جواب بده. مجبورید جواب بده، اگه شما جواب ندید ما در شبکه‌های دیگه هم میدیم، جواب ندید در گروه های اجتماعی هم پخش میکنیم. آقای شریفی مجبور هستید که سوال ما رو جواب بدید، شما ما از ما بپرسید ما جواب بدیم. آقای گرگی از پروشستان، سلام عرض میکنم آقای گرگی، حالتون چطوره؟ بله سلام آقا سجدی. علیه السلام و رحمت الله، حالتون چطوره؟ خوبیم، بفرمایید. بخواستم در مورد موضوع برنامه صحبت کنم. تقریبا یکی از شبکه ها نشون در طریق چند ماه جلوتر، خب بله، تغییر کرده بود در مورد کشتی نو. بله. این عملا از بساط از اکسبرداری آبایی کرده بود، بعد یه چیزهای داده بود دیده بود، بعد توی منطقه اعتمالا ترکیه بود بیشتر.
اونجا تو اونجا تو شبکه صحبت می‌کرد، دقیقاً مستند نشون میداد. بعد اومده بود تحقیق کرده بود، دام کرده خدا اگه این راست کشتی رو من نشون بده. بعد اومد و یعنی دقیقاً مستند بود، من نمی‌دونم کدوم شبکه نشون میداد. بعد اومده بود اون کشتی تقریباً اندازه یه زمین فوتبال اون دار آورد از زیر خاک. چوبی و بعد حتی اون لنگراش حتی نشون داد، لنگراش سنگی بود و سوراخ بود. این همه یعنی مستند همه نشون داد. آقای یعنی شما اگه امکانات شده آقای گرگیج اگه تونست پیدا کنه خیلی خوبه. برادر من عزیز من آقای گرگیج، این داستان احتمالاً دروغه. این که میگن اون رو در بالای کوه پیدا کردیم به چندین دلیل دروغه. یک دلیل نه بالای کوه نه، تپه معلم نه روی کوه، هر جا که پیدا کردن. ببینید الان اینا عزیزم گرگیج، هر حرفی که ما میشنویم اگر مطابق عقیده ما باشه باید ما فوراً چون که مطابق عقیده ای ماست نباید قبول کنیم، چون اگر راست نباشه باز فردا ضرر میکنیم. الان نگاه کنید، امروز همین روزا آمریکایی‌ها در موزه مردم حیوانشناسی یک دایناسور رو بالاخره درست کردن تو نیویورک، گذاشتن. اینقدر بزرگ بود که دمش داخل بود و سرش بیرون بود. اگر چنین کشتی واقعا پیدا میشد میلیاردها 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 قیمتش بود. کشتی که 9000 سال پیش درست شده از سنگایی که از کره ما آوردن قیمتش زیادتر بود. این کجاست؟ اگر واقعا پیدا شده کشتی کامل نمو تکرار چوبش مشخص بود، حتی چوبش هم بالاخره یک موزه باید بگیره دیگه. این کدوم موزه است؟ عزیز من این در هیچ موزه نیست. من شما ببینید الان در اینترنت میتونید موزه ها رو ببینید، هیچ کشتی نیست در موزه ها. این راست نیست، این داستان رو مسیحی ها درست کردن. نه نه، من به شما اطمینان با اطمینان 100% میگم که این داستان دروغه. پیدا نشده کشتی حضرت نوح، تا حالا پیدا نشده. اگه در آینده پیدا بشه اون چیز دیگه است، ولیکن چون چرا پیدا نشده؟ اگه پیدا میشد حتما آثار شما میدیدیم. یک جایی در حالا موزه دیگه یک سنگ کوچیک پیدا میکنه نگه میداره. من رفته بودم در موزه لاهور، شمشیر از چیز گذاشته بودن نادرشاه رو، باز به فارسی نوشته بودن زیرش که هر کی شمشیر زند سکه به نامش خوانند، با سکه زمان نادرشاه بود. یعنی این چیزی که باشه تو موزه ها باید باشه دیگه، بشر که پیشرفت کرده. ولی تخته های کشتی 9000 سال، اگر 10000 سال یا بیشتر سابقه داشته باشه، اگر داشته باشه حتما میمونه پیش باستان شناسا و قیمتش هم خیلی زیاده. بله ممنونم از شما. خواهش میکنم. خدا شما رو عزت بیشتر بده. البته شما رو نیت خوب گفتید چون شنیده بودید. این حرف سالاست که میگم. یه جالبه، خیلی ممنونم از شما، خداحافظی میکنم. اون نکته دیگر هم بگم، وقتی که اون کشتی نو پیدا شد، کشتی که اصلا پیدا نبوده، این دوستان شیعه ما برای اینکه عقب نیفتن از داستان گفتن که آقا روی دکلش یک پنجتر نوشته بود. حالا تا فرما من وقت نمیده گنم، فیلمش من دارم که میگه روش یک پنجتر هم نوشته بود. کشتی هم پیدا شده، پنجتر هم نوشته شده، هر کی یک دروغ روش گذاشته. بله بیننده میگه پشت خط زیاده گنم. آقای یوسف از امارات بفرمایید. عوضی که چهره من نشون بدید همین تصویر نشون بدید، صدای یوسف رو میشنویم. آقای یوسف بفرمایید. آقای یوسف عزیز صداتون رو میشنویم. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. انشاءالله حالت خوبه. سلام. ممنونم آقا، متشکر از شما، بفرمایید. خیلی متشکر. بس من ببخشید، من یه بخده کوچیکی داشتم درباره مثل سواد در پاسخ به جواب بعضی از برادرات که زنگ میزنن. بله بفرمایید. میگم ما در یه کتابی خوندیم، کتابی هست اسمش قرآنه، از معتبرترین کتاب های تاریخه. در این کتاب که اسمش قرآن ما خونده ایم که خداوند به ما گفته اگر امت محمد به خوبی به احسان از انسان‌هایی مثلا امثال خلیفه دوم و اول و سوم و چهارم پیروی کنن، جنات نعیم انشاءالله نصیبشون میشه. درسته؟ بله. من پاسخ را انشاءالله از تلویزیون میشنوم. بله احسان. بله خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. منظور این است که به نیکوی پیروی کنن، یعنی میگه هر چیز رو باید از ضد شناخت. آقای یوسف یعنی به بدی پیروی نکنن مثل که برادران شیعه ما میکنن، از اونا به خوبی یاد کنن، از کارهای خوب اونا تقلید کنن. احسان یعنی این. عدم احسان یعنی این که مثلا براش قبر بسازی، این پیروی به احسان نیست و بری قبرش بوس کنی، اینم غیر پیروی غیر احسانه. چرا که اینو اونا به ما یاد ندادن. اونا از چیزی که از پیغمبر یاد گرفت، شما اول به اصطلاح مقتدای ما حضرت محمد است و صحابه به اونا پیروی کردن، از اونا پیروی کردن. اینا هرگز روی قبر پیغمبر نرفتن. این احسان یعنی که مطابق سنت پیامبر عمل کنیم. بله
آقای محمد از ایران بفرمایید. مثل احسان بفرمایید. بله بفرمایید. سلام آقای سجودی، حال شما خوبه؟ ممنونم آقای محمد، منتظریم بشنویم صدای شما رو. ممنون آقای سجودی. میگم دیشب تو برنامه جانش یک حدیثی از اثبات الوصیه مسعودی صفحه 173 آورده بودن که امام حسین علیه السلام عندما فعلت عایشه وجه الیها به طلاقها، یعنی امام حسین علیه السلام عایشه رو طلاق دادن از همسری رسول خدا و این به دلیل این بود که طلاق ازواج او بعدش به دست امیرالمومنین و بعد به دست حسن و حسین بود و رسول خدا فرموده بودن که در زنان من کسانی هستن که فردا قیامت من رو نخواهد دید و این به خاطر اون است که اوصیا بعد از من او رو طلاق میدن به واسطه کارهایی که کرده بوده. بعد میخواستم ببینم که این شما این روایت این رو چجوری میبینین و اینکه چرا خود آقا امیرالمومنین عایشه رو طلاق ندادن وقتی که لشکر برده بود تو جنگ حضرت اون یعنی حضرت امیر که میگفت طلحه و زبیر او رو فریب دادن و بردن برای جنگ با من، زنهای خودشون رو پنهان کردن. بله. و بعد میخواستم ببینم که آیا این پیامبر فرمودن که انا حربون لمن حاربتون و سلمون لمن سالمتون به علی علیه السلام دعا کردن که خدا هر که علی رو دوست داره دوست داشته باش، هر که بایش دشمنی میکنه دشمنی بایش بکن. آیا این دعای پیامبر در حق عایشه و دیگران طلحه و زبیر و معاویه مستجاب شده یا نه؟ صداتون چندیم شبهات زیادی مطرح کردید. اولا که ما میریم پیش حضرت عایشه، مادر ما، مادر مؤمنان حضرت عایشه. ببینید اگر که شما که داستانای آقایونی که الان میگم بذارید کنار هم، که ایشون از زمان خود پیامبر باید طلاق داده میشده و حضرت حسینی که نتونسته یک لوام باشه، اگر بگین که اونجا پیامبر جرأت نداشته در حال که اوج پادشاهیش بوده، حضرت حسین چطور این جرأت داشته که خودش 60 نفر سرباز داشته؟ مثال دارم میگم، چنین چیزی اصلا از دروغ دروغ‌تره، یه چیزی اون ورتر از دروغه و گفتن دیگه، گفتنش چیزی نداره دیگه، گفتن است. حضرت عایشه هرگز به جنگ حضرت علی نرفت، همونطور که شما خودتون گفتی چرا حضرت علی طلاقش نداد اگر واقعا به دست اینا بود، در که ما میدونیم که این رو با عزت احترام به خونه برد و حضرت عایشه خودش از رفتنش ناراحت بود از اینکه این کار رو کرده که رفته اون. ولی ما که مسلمان هستیم بهش این حق رو میدیم، باز با اینکه خودش ناراحت بود ملامتش نمیکنیم، چون از زبانش دروغ میساختن، از زبانش فتنه‌گرا زیاد شده بودن، شایعات زیاد شده بود، میگفتن که حضرت عایشه گفته که حضرت عثمان رو بکشید. وقتی بهشون گفتن که خودت فتوا دادی، گفت من کی گفتم؟ به خاطر اینکه به مردم بفهمونه مجبور شد خودش هم با لشکر بره. منتها در راه حواب بود، یک جایی بود که در اونجا یاد یک حدیث پیامبر افتاد، برایش دروغ گفتن لشکریانش، برایش دروغ گفتن، نه اینکه طلحه زبیر گفته باشه، اونا که صحابی جلیل قدر بودن، گفتن نه اون منطقه نیست. وقتی صدای سگا رو شنید، برای که ایشون از این کارش خودش راضی نبود، ولی که با حضرت اگه میگه شاه میگذره شاغلی نمیگذره، خود حضرت علی که بهش چیزی نگفته با عزت تمام باش برخورد کرده. امروز این علما چه کارش دارن که ایشون اصلا در این دنیا نیست؟ بعد اگه حضرت حسین ایشون رو طلاق داده باشه، یعنی حدیث های پیغمبر رو طلاق داده، از حضرت، از مادرش که حدیث نداریم، از خود حضرت حسین که ما حدیث نداریم، چیزی که داریم گلوی از بریده شدن گلوی علی اصغر و آب نخوردن، اون چی به ما میرسه؟ به دین ما چی میرسه جز کینه و نفرت؟ نه برای ما آب میشه، نه برای ما نون میشه، نه آداب غزا رو میفهمیم، نه آداب دیگر میفهمیم، نه آداب معاشرت میفهمیم، نه همسایه‌داری میفهمیم. از این چیزا که من از حسین که چیزی مون نگرفتیم، چون که حضرت حسین رضی الله عنه در امور سیاسی بود، متوجه هستید؟ در امور سیاسی بودن. برای همین اصلا بعدش هم در دورهای بعدم همین بنی امیه و بنی عباس بیشتر علما چرا از عجم هستن؟ برای اینکه عرب ها بیشتر در امور سیاسی بودن، اونجا رو مهمتر میدیدن که اصل دین حفظ کنن. اما حضرت عایشه احادیث پیغمبر به ما رسوند. هر کس که با حضرت عایشه دشمنه با خود اون دشمن نیست، اون یک دختر خردسال بوده، خانه پیغمبر رفته، تربیتش به دست خود پیغمبر بوده، دشمنیش با خود پیغمبره، که یعنی ما رابطه ما رو با پیغمبر قطع کنه، باز حرفای شیطان رو به جای حرفای پیغمبر به خورد ما بده. بیننده بعدی.
خانم معطره از تاجیکستان. خانم معطر از شهر از خوجند تاجیکستان. بفرمایید. از خوجند تاجیکستان. بفرمایید. بسیار من شما با تشکر میگم. این خیلی برنامه های همه خیلی جالب. این خیلی برنامه هایی که برای هر یک انسان هم مرد هم زن اینقدر یک قطع شدن؟ میگه تماس های ما اصلا میگه همش قطع شده. اتاق فرما میگه خواهر عزیز ما از خوجند به راهی به اون دوری زنگ زدید، ناراحت نشید، الله شما رو و همه اهل خوجند رو حفظ کنه. بذارید حالا که داست تماس ها قطع شده اگر نیومده، بذارید که من بذارید این رو نشان بدم که شما ببینید بعضی چیزها دروغایی هم که میگن باعث میشه که ملحدین زیاد بشن. این حرف رو بشنوید، بذارید که اینو پخش کنیم حالا که وقت اگه تماس اومد باز قطع اومدن. خب این میمونه باز برای روز دوشنبه. خانم معطر قطع شدن. آقای محمد شریف از امارات تلفن میگه دوباره وصل شد. خانم معطر زنگ بزنید دوباره. بفرمایید آقای محمد شریف. علیکم السلام و رحمت الله. استاد محترم شریف هستم از امارات زنگ زدم. استاد محترم یک سوال داشتم. بفرمایید. یک حدیث یه دوست برای من که حضرت محمد شرم با صحابه ششته بودن گفتن که هر کس کلمه طیبه را لا اله الا الله بگویند آتش برشان حرام است. وقتی یه صحابه میخواد بره برای مردم عام بگوید حضرت عمر یا لطران حضرت عمر بله نروید برایشان نگوید. این حال اینجا پیش من چرا این با نگفتن برای عوام و اگر گفتن بعدا چرا این حدیث برامد نزدام؟ بله این حدیث همون حدیثی است که حضرت ابو هریره دنبال حضرت پیامبر میگشت، ایشون رو در یک باغی دید، چون همیشه دنبالش میگشتن که ازش حدیث پیدا کنن، از ایشو بس با همراه بود همیشه، برای همین حدیث زیاد داره. ایشون در باغ نشسته بود و در اونجا باز این حدیث بهش گفت که هر کس لا اله الا الله بگه داخل بهشت میشه. و این اومد به حضرت عمر گفت، حضرت عمر ناراحت شد زدش. و این اومد به پیامبر شکایت کرد، گفت که حضرت عمر یا رسول الله مردم توکل میکنن، شاید در بدایت اسلام بوده اینجور گفته. و یک نکته رو باید توجه داشته باشیم که پیامبر اصحاب خود رو آزاد گذاشته بود که اظهار نظر کنند، متوجه هستی؟ اما قاطعیت اگه چیزی رو میگفتن میگفتن و این نظر حضرت عمر بوده، یک چیزی گفته به سال یا مخالفتی کرده. حضرت عمر در همین مخالفت خود گاهی حتی نزدیک بود یه دفعه تا پای اعدام رفت، وقتی که یک منافق با یه یهودی رفتن پیش پیغمبر. هر انسان یک طبیعتی داره دیگه، منافق یهودی رفتن پیش پیغمبر، پیامبر به نفع یهودی چی کرد؟ فیصله کرد. اون قبول نکرد، اومد پیش حضرت عمر. از پیش حضرت پیامبر اومد پیش حضرت عمر، گفت که ما پیش پیغمبر رفتیم اینجوری فیصله کرد. گفت شما چی فیصله میکنی؟ تو فیصله کن. گفت بس من برم فیصله‌مو بیارم. رفت شمشیر آورد کشتش. نزدیک بود که به خاطر همین اگه آیه نازل نمیشد این اعدام میشد. خاطر اینکه ظاهرا اون طرف مسلمان بود دیگه. در شأن نزول اون آیات اومده. پس به اصطلاح این حرکت حضرت بالاخره حضرت عمر پیش پیامبر مقامی داشته، اما کار حضرت عمر در مقابل پیامبر دین نمیشه. مثلا در مقابل پیامبر یه دفعه تورات میخوند، تورات میخوندن، حضرت ابوبکر گفت که مادرت به عزاد بشینه، داره به عمر میگه، میگه مادرت به عزاد بشینه، صورت پیامبر رو نگاه کن. حضرت پیامبر از خشم صورتش سرخ شده بود، گفت که پناه میبرم به خدا از غضب خدا و از غضب پیغمبر خدا. این را عمر گفت، حضرت عمر. حضرت پیامبر گفت اگه موسی می اومد الان به من ایمان می آورد. متوجه هستید تصرفات پیامبر و صحابه تصرفات صحابه در جلوی پیامبر اون برای خودشون دیگه هست، کار پیامبر برای ما سنده. این گفت که کسی به لا اله الا الله بگه داخل بهش میشه، اما اینو میدونیم هر کس که لا اله الا الله بگه آخر، یعنی حقش ادا کنه آخر، اگه گناهی داشته باشه خدا نبخشه، حتما وارد بهشت میشه. ما احادیثی داریم که خداوند بلا تشبیه دستشو در جهنم میکنه، کسی که به اندازه ذره ایمان داره بیرون میاره و باز میاره، کسی که به اندازه خردل از ذره ایمان داره، یعنی ذره ذره، بازم بیرون میاره.
این حدیث معنیش این است که، اما حضرت عمر فکر میکردن که بگه مردم دیگه میگه ما لا اله الا گفتیم، معنیش این نیست که یعنی عمل کنیم، در حالی که احادیث دیگه میاره که بدون عمل هم نمیشه. این یعنی به اندازه گناه خود میسوزه و بهشت میره. و ما این عقیده مسلم ماست، کسی که شرک نکنه و لا اله الا الله بگه، آخر به اندازه گناهی کرده میسوزه، یا عذاب میبینه یا خدا میبخشه. از سکرات موت شروع میشه، عذاب قبر شروع میشه، خدای ناخواسته از اون بالاتر در ذلت قیامت هست، به خداوند میبخشه. تماسا میگه زیاده دیگه. آقای نعمت الله از بلوچستان سلام عرض میکنم، بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. علیکم سلام آقای نعمت الله. نعمت الله، بله اسم برادر منم نعمت الله است، بفرمایید. الو سلام، خسته. سلام عزیزم، بفرمایید. ببخشید میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبیت. خیلی ممنونم از زحمتی که کشیدید، خدا شما رو جزای خیر بده. برای همون بیننده عزیز ما که بچهش مریض تصادف کرده، یادتون نره بینندگان که دعا کنید، که خبر خوشم اگه دادی بیننده عزیز، که خبر بد داده بودی خبر خوبم به ما برسون. شما نعمت الله عزیز شما هم دعا کن انشاءالله. امید گرلا باز میگه اتاق فرمان تماسا قطع شد دیگه، کاری ندارید آقای نعمت الله؟ ولوان توست از خدا. خدا حافظ شما، موفق باشید. ما میگه تماسای ما قطع شده، اتاق فرمان دیگه کلیپ هم پخش کنم باز توضیح نمیتونم بدم، و بلی با این وجود پخش میکنم. بله بله بله، میگه بیننده پشت خط باز اومدن. بفرمایید آقای عزیز، میگه خود خودتون معرفی کنید، نمیتونه با شما صحبت کنه اتاق فرمان. بیننده عزیز سلام عرض میکنم. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. سلام علیکم آقای، چهارتون بکر انشاءالله. ممنون آقای عزیز، شما اسمتون چیه؟ بفرمایید معرفی کنید خودتون رو. از کرمان تماس گرفتم. بله اسمتون رو نفهمیدیم، اما از کرمان بفرمایید. سلام بر شما و همه کرمانی ها. حمید. بله 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 بله، ما میشناسیم، بفرمایید. زنده باشه آقای سجودی. حالا من برنامه شاید تو ندیدم، ولی یک مطلبی هست از قبلنش با فرمودی نفسم در اون مطلب یه نظر داشتم. بفرمایید، آزاد هستید، هر چی میگید بگید، بفرمایید. زنده باشه شما. من یادم از چند وقتی که من با شما تماس گرفته بودم، حالا اون تماس بودم رو حالا چون خیلی مهم نیست من عرض کنم اونا بودم، ولی یک مطلبی تو یک برنامه فرمودید که یک کلیپی نشون دادید، گفتین ببینید اومدن انگلیسی ها اگر اشتباه نکنم یا اروپایی ها یک کلیپ درست کردن از قضیه آیت الله سیستانی و این رو تمسخر کردن در مورد یکی از فتوای شما. وقتی که من رو ببینید یک فتوای غلط میشه به سر مثلا مسلمان ها بیاره آبروی مسلمان ها رو ببره، درسته؟ من فکر نمیکنم زیاد جاده باشه برخورد گزینشی. شما میدونید در مورد آنچه که در کتاب های اهل سنت هست، در کتاب های سنت شما هست، فیلم های ساختن، فیلم های مهم مثل فیلم فتنه، فیلم گناهی مسلمان ها، که قطعا من سرم خدا شده ندونستم اینا رو ببینم، رفتم متن اینها رو فقط گیر آوردم، همون متنش رو خوندن واقعا برای انسان سخته. کتاب آیات شیطانی شما میدونید در اساس افسانه قرآنی هست که در صحیح بخاری اومده. من فکر نمیکنم اینجوری بخوایم گزینش برخورد کنیم چیز جالبی باشه. اگر لطف کنید در این مورد توضیح بدید. حالا در مورد تماس هم که خودم داشتن یا بسر اگر برخواست بگم بفرمایید. تماس شما بله، یک بار شما فرمودید که یک بنده شما گوی شیعیان هیچ کدوم حساب الان من رنگار 7 تا صحابه رو افتادن. من همونجا بدار برای شما 20 نفر از صحابه بعد از پیامبر زنده بودن و رجال هم بودن و از نسا هم نبودن و اسم آوردن، گفتن اینا کسی هستن که باستشون رضوان الله میگین، رضی الله میگین، فرزی چی کرده بودن؟ نفهمیدم آقای حمیدی، صحبتتون تکرار کنید، من نفهمیدم شما چی گفتید. عرض کردن که شما کردن یک ادعایی که از بینندگانتون کرد، شیعیان اگر راست میگویند و مرد هستن بیان اسم 7 نفر از صحابه‌ای که بعد از پیامبر زنده بودن و اینا قبول دارن و اینا بگن. خب من همون ساعت با عنوان یکی از عوام شیعه تماس گرفتم، ساعت فلبدور 20 نفر از صحابه‌ای که هم شیعه قبول داره هم اهل سنت قبول داره بعد از پیامبر هم زنده بودن و ما از اونها حدیث داریم و به اونها ترضی میکنیم رضوان الله. اسمشون رو بگید لطفا. اسمشون رو بگید. من اونجا اصلا های سیوز یاد داد که از من کلیپ هم ضبط کرده دارم، اگر بخواهی میتونم تو برنامه بعدی باز کنم. تو برنامه بعدی بیارید، چون که شما ها میگید آخه ما یک وقتی، عزیز من ممنونم از شما، یه وقتی شیعه بودیم ما شنیدیم که 3 تا یا 5 تا از صحابه بقیه مرتد شدن، اما اگه شما میگید 20 تا بودن هم بازم دیگه با یک گل بهار نمیشه، بازم مشکل حل نمیشه 20 تا. ولی نمیدونم صحبت دیگه شون چی بود. آها در مورد این چی که گفتید، ببینید اگر شما هر چیزی دارید، ما که در مورد آقای انصاری چیز آقای سیستانی حرفشو پخش کردیم و در مورد هر موردی که شما شبهه دارید
برای معلمان که بیست شما بیانیه دادم که دقیقه بیا 10 تا حرف بزنی نمیشه، الان وقت نیست، شما شبهاتونو بگید. اگر ما جواب ندادیم، آقای سیستانی حالا بیاد جواب بده. آقای سیستانی که معتقد هستید شما که حضرت عایشه چرا نمیدونم یک هر فقه از فقه یه چیزی رو گفته، باز خودتون اونطور بدترین وحشتناکترین فتوا رو میدید، خب جواب بدید. در واقع که مقایسه نکن که نمیدونم اگه تو قدت کوتاست چرا با من قدم کوتاست، این مقایسه نشد. ما بعد تو چرا بعد اتاق فرمان میگفتی؟ بله متاسفانه بیننده بندی رو نمیتونیم بگیریم و وقتم تمومه. الله به همه شما جزای خیر بده. خداوند انشالله که اون بیننده عزیزی که زنگ زده بود بچهش رو شفا بده و خبر خوشش رو ما بشنویم. بینندگان برای همدیگه دعا کنید. خداوند انشالله که بهشت نصیب همه ماها که اینجا هستیم و شماها که هر جا که هستید نصیب شما بکنه. آمین یا رب العالمین. ناباوران جمعه ها ساعت 21، بازپخش شنبه ساعت 17:30، دوشنبه ساعت 1 بامداد و سه شنبه ساعت 23.